بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب شرح سه أصل ودلائل آن، أصل سيوم، شناختن پیامبرتان محمد صلى الله عليه وسلم میباشد. آن محمد پسر عبدالله، پسر عبدالمطلب، پسر هاشم، و هاشم از قریش، و قریش از عرب، و عرب از فرزندان اسماعیل ابن ابراهیم خلیل، و بر او و بر پیامبران ما صلوات و سلام نازل باد می باشد. 63 سال عمر داشت، 40 سال پیش از نبوت یعنی پیامبری، و 23 سال نبی و رسول بود. به اقرا نبی و به مدثر رسول شد، و وطنش مکه است، و به سوی مدینه هجرت کرد. او را الله فرستاد تا از شرک بیم دهد و به سوی توحید دعوت نماید. و دلیل این فرموده الله تعالی است: ای جامه به خود پیچیده، از هیبت وحی برخیز، پس بترسان و پروردگارت را بزرگ بشمار، و لباست را پاکیزه دار، و از پلیدی دوری کن، و نباید که چیزی بدهی در عوض زیاده طلب کنی، و برای حکم پروردگارت پس صبر کن. سوره مدثر. و معنای برخیز، پس بترسان، از شرک بیم میدهد و به سوی توحید دعوت میکند. و پروردگارت را بزرگ بشمار یعنی به توحید او را بزرگ بشمار، و لباست را پاکیزه دار یعنی عملهایت را از شرک پاک ساز، و از پلیدی یعنی بتها دوری کن. روز بود و هجر آن، ترک آن از آن و اهل آن براءت جستن است. 10 سال به سوی توحید دعوت میکرد، و بعد 10 سال به سوی آسمان برده، و بر او 5 وقت نماز فرض گردانیده شد، و در مکه 3 سال نماز گذارید، و بعد آن به هجرت کردن به سوی مدینه امر کرده شد. این بند بر گوشه از پیامبر صلوات الله و سلام علیه و اسم، نسب، عمر و قسمت از دعوت او صلی الله علیه و سلام میباشد. باید درباره پیامبر صلی الله علیه و سلام امرهای را بدانیم، از جمله نام نسب او: محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم، و هاشم از قریش بوده، و قریش از عرب، و عرب از نسل اسماعیل ابن ابراهیم خلیل علیه السلام است. او 63 سال عمر داشت، که 40 سال آن پیش از پیامبری و 23 سال آن بعد از پیامبری بود. زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به دو قسم تقسیم می شود: یکم عهد مکی 13 سال ادامه داشت، دوم عهد مدنی 10 سال ادامه داشت. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم نبی و یا رسول هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم هم نبی و هم رسول است. با نزول سوره اقرا به نبوت رسید، و سپس با سوره مدثر فرستاده شدند. گوشه از سرنوشت او صلی الله علیه و سلم: دعوت در عهد مکی در موضوع توحید و ترک شرک و خالص گردانیدن عبادت برای الله سبحانه و تعالی قرار داشت، و این دعوت 13 سال ادامه یافت. سپس او صلی الله علیه و سلم دستور یافت که به مدینه هجرت کند. در آنجا نیز دعوت بر پایه توحید استوار بوده، و باقی احکام دین شامل عبادت ها و معاملات و امور زندگی نیز در این عهد نازل شد. کسی که در سرگذشت او صلی الله علیه و سلم نظر کند، در می‌یابد که دعوت به توحید همواره در زندگی او بر دوام بوده است، تا وقتی که الله سبحانه و تعالی او را وفات داد. و در این موضوع به وضوح رد بر کسانی است که مردم را از تعلیم توحید به نیاز دیده، و دعوا دارند که برای یادگیری توحید فقط به چند دقیقه اندکی احتیاج است. قول مؤلف رحمه الله که میگوید او را به آسمان بالا برده شد، از آن چنین در میابیم: یکم، هرچی از امور غیبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد آن به ما خبر داده است میگویم ایمان آوردیم، تصدیق کردیم و تسلیم شدیم. دوم، اهمیت نمازهای فرض که الله سبحانه و تعالی آن را در آسمان فرض کرده است.
و هجرت انتقال یعنی کوچیدن از بلادی یعنی از شهر شرک به سوی بلاد اسلام می باشد و هجرت بر این امت از بلد شرک به سوی بلد اسلام فرض است و آن برپا شدن قیامت باقی است و دلیل این فرموده الله تعالی است. البته کسانی که فرشتگان جان آنها را گرفتند در حال به خود ظلم کرده بودند، با آنها گفتند شما در چه حال بودید؟ گفتند ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. آنها گفتند مگر زمین الله پهناور نبود که هجرت کنید؟ آنها عذر نداشتند و جایگاهشان دوزخ است و بازگشتی بدی دارند، جز آن دسته از مردان، زنان و کودکانی که به راستی تحت فشار قرار گرفتند، نه توان چاره‌جویی دارند و نه راه برای نجات از آن محیط می‌یابند. امید است الله آنها را مورد عفو قرار دهد و الله بخشنده و آمرزنده است. سوره نساء آیه 97-99. و فرموده الله تعالی ای بندگان من که ایمان آورده اید، زمین من گسترده است، پس تنها مرا بپرستید و هجرت کنید و در برابر فشارهای دشمنان تسلیم نشوید. سوره عنکبوت آیه 56. بغوی رحمه الله گفت سبب نزول این آیات در حق مسلمانان است که در مکه ماندن و هجرت نکردند. آنان را الله به نام ایمان یعنی مؤمنان ندا کرد و دلیل بر هجرت از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمود هجرت قطع نمی شود تا که توبه قطع شود و توبه قطع نمی شود تا که آفتاب از آفتابشین طلوع کند. هجرت به سه قسم تقسیم می شود. یکم هجرت از دیار کفر به سوی دیار اسلام، حکم این هجرت واجب است. دوم هجرت از مکه به سوی مدینه، این به سبب فتح مکه قطع شد. سوم هجرت از آنچه از عملها و شخصها و زمان و مکانها که الله ترک آن را واجب گردانیده است. یکم ترک عمل، هر آن چیزی که الله سبحانه و تعالی آن را حرام کرده است که در سر آنها شرک می باشد. دوم ترک عمل کننده یعنی کافران، منافقان و مانند آنها. سوم ترک زمان یعنی ترک زمانهایی که کافران در آنها جشن می گیرند. چهارم ترک مکان، ترک مکانهایی که کافران در آنها جشن می گیرند. توبه به وسیله یکی از این دو چیز قطع می شود. یکم برآمدن آفتاب از مغرب، دویم هنگامی وفات. و توبه برای کسانی که بدی ها را انجام می دهند نیست که وقت زمان مرگ یکی از آنها فرا رسید بگوید حالا توبه کردم، و نیز توبه برای کسانی نیست که در حال می میرند کافر هستند. فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود بعد از فتح مکه هجرت وجود ندارد، یعنی هجرت از مکه به مدینه وجود ندارد. و در این حدیث اشاره رسول الله صلی الله علیه و سلم است که امکان ندارد مکه به دیار کفر برگردد. پس هنگامی که در مدینه قرار گرفت و بقیه شریعت اسلام مانند زکات، روزه، حج، از آن جهاد، امر معروف، نهی از منکر و غیره از شریعت های اسلام امر کرد، بر این 10 سال عمل نمود و بعد آن میرانیده شد. صلوات و سلام الله بر وی باد و دین وی باقی است و این دین وی است خیر نیست مگر امت را بر آن دلالت کرده و شر یعنی بدی نیست مگر امت را از آن حذر کننده است. و خیری که امت را بر آن دلالت کرده است توحید و همه چیزی که الله آن را دوست می دارد و از آن راضی می شود می باشد. و شر که از آن حذر کننده است شرک و همه اون چیزی که الله اون رو بد میبیند و رد می نماید می باشد. شیخ ابن عثیمین رحمه الله میگوید زکات اول در مکه فرض شد، اما مقدار نصاب و مقداری که واجب است پرداخت شود معین نشد، و در مدینه مقدار نصاب ها و مقداری که واجب است و عنوان زکات پرداخت کند تعیین شد.
رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال 11 هجری از دنیا رفته و در حجره عایشه رضی الله عنها دفن شدند. هیچ خیری نبوده مگر اینکه امت را به سوی آن رهنمون کرده و هیچ شری نبوده مگر اینکه امت را از آن برحذر داشتند. باید شهادت دهیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم امانت را ادا کرده و رسالت را رسانیده و امت را نصیحت کرده و در راه الله آن گونه که می باعث جهاد کند جهاد کرده است و ما را به راه رفشان ترک کرده است که شب آن همانند روز رفشان بوده و کسی جز هلاک شونده از آن کج نمی شود. بزرگترین حرام کرده ها: یکم شرک اکبر که شخص را از دین خارج می کند. دوم شرک اصغر که شخص را از دین خارج نمی کند. سوم گناهان کبیره، هر گناهی که عقوبت خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. چهارم گناه صغیره، هر گناهی که عقوبت خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است. الله سبحانه و تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم را به سوی همه مردم فرستاد و طاعتش را بر ثقلین جن و انس فرض گردانید و دلیل این فرموده الله تعالی است: بگو ای مردم، من فرستاده الله به سوی همه شما هستم و الله به سبب او دین را کامل کرد. و دلیل این فرموده الله تعالی است: امروز دین شما را برایتون کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاویدان شما پذیرفتم. و دلیل بر موت او صلی الله علیه و سلم فرموده الله تعالی است: به یقین تو میمیری و آنها نیز خواهند مرد، سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان خصومت میکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی همه مردم فرستاده شدند و با فرستادن او هر دین قبل از او منسوخ شده است. بنابراین یهود و نصارا را در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم و در زمان ما امروز وقت دعوت به آنها برسد، اما در دین ندرایان کافر هستند، حتی مگر بر همان دینی باشند که موسی و عیسی بر آن بودند. از دلیل های آن یکم فرموده او سبحانه و تعالی: بگو ای اهل کتاب، بیاید به سوی کلمه ای که در بین ما و شما یکسان است، اینکه جز الله را نپرستیم و چیز شریک او قرار ندهیم. دوم فرموده او سبحانه و تعالی است: بجنگید به کسانی از اهل کتاب که به الله و به روز قیامت ایمان نیاورده و آن چی را الله و رسولش حرام می دانند حرام نمی دانند و به دین حق گردن نمی نهند. سوم فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم: قسم به کسی که جانم در دست اوست، هیچ یهودی و نصرانی نیست که سخنی مرا بشنود سپس به من ایمان نیاورد مگر اینکه از اهل اوتش است. دوم در این آیات رد به اهل بدعت است.